بینندگان گرامی سلام و وقت بخیر. به یک بسته یه تازه یه خبری از دری میدیا خوش آمدید. از ایران خبر میرسد که این کشور با ده ها موشک و پهپادهای انتحاری به اسرائیل حمله کردند. همزمان با این از استرالیا خبر می رسد که چندین تن بر اثر حمله یک فرد به وسیله چاقو کشته و زخمی شده و این موضوع نگرانی ها را در میان مهاجرین افغان ایجاد کرده است. در همین حال از بدخشان افغانستان خبر می رسد که 4 دختر در این ولایت دست به خودکشی زدن. با ما باشید و از جزئیات این اخبار و چندین گزارش تازه و مهم دیگر آگاه شوید. اما قبل از آن لطفاً ویدیو را لایک نموده و چینل ما را سابسکرایب کنید. از ایران خبر می رسد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حملات پهپادی و موشکی خود را در پاس سوم شب گذشته 13 آپریل بر ضد اسرائیل آغاز کرده و بیش از 100 پهپاد و ده ها موشک را به سوی اسرائیل شلیک کرده است. مقامات نظامی ایران میگویند که این حمله تاکنون موفق بوده و به اهداف مورد نظر آنان اصابت کردند. امیر سعید ایروانی نماینده دائم ایران در سازمان ملل نیز گفته است که حمله ایران علیه اسرائیل را میتوان به نتیجه رسیده دانست و افزوده است که اگر رژیم اسرائیل مرتکب اشتباه دیگری شود پاسخ ایران به طور قابل توجهی شدیدتر خواهد بود. ایروانی همچنان افزوده است که این درگیری بین ایران و اسرائیل است و آمریکا باید از آن دور بماند. از داخل اسرائیل نیز گزارش های دست به دست می شود که به دنبال حملات موشکی و پهپادی آتش سوزی های گسترده‌ای در قسمت های مختلف صورت گرفته است. هرچند برخی از منابع غربی از رهگیری پهپادهای ایرانی توسط آمریکا و انگلیس خبر می دهند، تاکنون سامانه های اسرائیل اکثر موشک های ایران را رهگیری کردند. اما مقامات ایرانی با انتشار ویدیوهایی میگویند که این حمله موفق بوده و موشک‌ها و پهپادها توانستن تا سامانه گنبد آهنین اسرائیل را گیج کرده و در نتیجه به اهداف مورد نظر اصابت نمایند. سیلی مردم ایران به دشمن صهیونیستی که به کنسولگری ایران تعرض کرده بود و خاک کشورمان محسوب می شود محکم و درس‌آموز بود. مقامات نظامی ایران میگویند که در حمله شب گذشته از پهپادهای شاهد 136 و 131 استفاده کرده و آنها را به منظور حمله بر اهداف نظامی در داخل خاک اسرائیل فرستادند. 136 در واقع اسکل یا همون مقیاس 1.14. گفتنی است که همزمان با حمله موشکی و پهپادی ایران به اهدافی در خاک اسرائیل، حزب الله لبنان نیز ده ها موشک را به سوی مقر دفاع هوایی اسرائیل در منطقه جولان شلیک کردند. در مقابل برخی از کشورهای غربی از جمله انگلستان حمله ایران بر اسرائیل را محکوم کرده است. ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا ضمن محکومیت این حمله گفته است که کشورش به دفاع از امنیت اسرائیل و همه شرکای منطقه‌ای خود از جمله اردن و عراق ادامه خواهد داد و افزوده است که ما همراه با متحدانمان برای تثبیت وضعیت و جلوگیری از تشدید بیشتر اقدام فوری می کنیم و هیچ کسی نمی خواهد تا شاهد خونریزی بیشتری باشد.
شبکه خبری الحدث نیز گزارش شده است که جنگنده‌های بریتانیا برای رهگیری پهپادهای جمهوری اسلامی و سمت اسرائیل از قبرس به پرواز درآمدند. همزمان با حمله ایران، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با تیم امنیت ملیش تشکیل جلسه داده است. سخنگوی ارتش اسرائیل نیز گفته است که ایران از سرزمین خود و نیروهای نیابتی خود به سوی سرزمین ما پهپاد پرتاب کرده است. سخنگوی ارتش اسرائیل افزوده است که در حال هماهنگی با آمریکا برای جلوگیری از این پهپادها و تهدیدها هستیم. در همین حال از عراق نیز خبر می‌رسد که گروه مقاومت اسلامی عراق نیز در کنار حزب الله لبنان چندین موشک بالستیک را به سوی اسرائیل شلیک کردند. آنان میگویند که میخواهند تا در کنار ایران و حزب الله به اسرائیل آسیب بزنند. همزمان با این مقامات امنیتی استرالیا اعلام کردند که صبح روز گذشته فردی که مسلح با سلاح سرد بود در یک مرکز خرید در شهر سیدنی استرالیا 5 تن را کشته و شماری را زخمی کرده است. رسانه‌های استرالیا به نقل از پلیس شهر سیدنی گزارش داده است که فرد مهاجم با چاقویی که در دست داشت به سوی مردم در یک مکان مزدحم حمله و شماری را کشته و زخمی کرده است. با گزارش منبع فرد مهاجم در تیراندازی پلیس نیز کشته شده ولی تاکنون هویت وی مشخص نشده است. این موضوع نگرانی هایی را در میان مهاجرین و پناهجویان افغان ایجاد کرده و آنها را نگران کردند که اگر این فرد افغان باشد قطعاً پیامد بدی را متوجه همه خواهد کرد. این در حالی است که به تازگی در فرانسه نیز یک افغان بر دو فردی که مشغول نوشیدن شراب بودند در روز اول عید حمله کرده و یک تن را کشته و یک تن دیگر را زخمی کرده است. خود وی نیز در اثر حمله پلیس کشته شده و این کار وی مقامات فرانسوی را نگران کرده و مهاجرین افغان نیز میگویند که این گونه کارها روند الحاق خانواده و انتقال آنها به خارج را با چالش‌های جدی روبرو می‌سازند. همچنین مسئولان شفاخانه ولایتی بدخشان از ثبت 4 مورد اقدام به خودکشی در این ولایت خبر دادند. منابع طبی از بدخشان گفتند که این افراد در جریان روزهای عید فطر 4 دختر با استفاده از مواد سمی مرگ موش اقدام به خودکشی کردند. با گفته او این دختران پس از انتقال به شفاخانه درمان شده و از مرگ نجات یافتند. شفیق همدرد سرطبیب شفاخانه ولایتی بدخشان افزوده است که این دختران به دلیل خشونت‌های خانوادگی و ازدواج‌های اجباری می‌خواستند خودکشی کنند. دوستان گرامی، به پایان این بسته خبری رسیدیم. از اینکه تا این دم با ما همراه بودید سپاسگزاریم. تا سلام دیگر، الله نگهدار.